کشوری هستند که در تعداد زیادی از روزنامه‌های تولید شده و همچنین روزنامه‌ای که در حال انتشار هستند فعال بودند و هستند. چون دانش‌آموزان مفته علوم سیاسی هستند و همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر معرفت حضور شما هست، شناخته شده ترین تشکل مدافع حقوق بشر در ایران هست که خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل مسئول این خانم بود. ایشون تقاضا میکنن در رابطه برخورد امنیتی با روزنامه عدده روزنامه نگاری و روزنامه نگاران صحبت کنم. خواهش میکنم. با سلام خدمت خانم ها و آقایون حاضر در نشست، من ابتدا لازم میدونم که از برگزار کنندگان این نشست تشکر کنم و براشون آرزوی موفقیت کنم که در این سالها خب تلاششون رو هم ما دیدیم و هم دوستان دیگه هم دیدن. من در این فرصت کوتاه میخوام به بخشی از نگاه امنیتی، یعنی نگاه امنیت در اصل، اگر بخوام تیتر صحبتم رو بگم، نگاه امنیتی محافظه‌کاران ایرانی به روزنامه نگاران صحبت کنم. چرا که در سالهای اخیر این جبهه با در اختیار گرفتن مراکز مهم و حیاتی از جمله دستگاه قضایی که یک نهاد غیر انتخابی هست و ریاست اون منصوب میشن، به مانعی بر سر راه آزادی بیان و اندیشه و همچنین تهدید کننده و محدود کننده اندیشه بیان تبدیل شده است. پس از اونجا که مدافعان حقوق بشر هم در پی به دست آوردن قدرت سیاسی نیستند و هدفشون گسترش فرهنگ حقوق بشر هست، گسترش نهادهای مدافع حقوق بشر هست، مبارزه با نقض حقوق بشر و دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر هست، باید حقایق رو به مردم، برای مردم بازگو کنه و برای این منظور لازمه کار این هست که فضای سیاسی، اجتماعی و کشور رو بشناسه، اون فضای سیاسی و اجتماعی که مردم درش زندگی میکنن. من بحثم رو از اینجا شروع میکنم و اشاره میکنم به مسائلی که در سالهای اخیر هست، بوده و رخ داده. یکی از نخستین عواقب و نتایج تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سالهای اخیر چالشی بوده که بین دو جبهه رقیب در درون حاکمیت ایران وجود داشته و هنوز هم ادامه داره، در زمانهایی پررنگ شده، تشدید شده و در زمانهایی کمرنگ شده و در بعضی مواقع حتی میشه گفتش که این یک دستی رو ما شاهدیم و بخشی از این جبهه رقیب از گردونه حاکمیت خارج شده. اگر تحول خواهان اصلاح طلب، من اینجا تحول خواهان اصلاح طلب به عنوان یک مش مد نظرم هست، نه گروه سیاسی خاصی، خواهان آزادی بیان بوده و هستند و بر ضرورت تبادل اندیشه تأکید داشته و دارند، جریان محافظه‌کار و در صدر اونها نیروهای افراطی و میتونیم ازشون نیروهای بنیادگرا هم نام بگذاریم بر اونها، با گسترش انواع و اقسام وسائل ارتباط جمعی، اهم از تصویری، صوتی، چاپی و مجازی و همچنین طرح افکار و عقاید متفاوت با آنان مخالفت میکنند. دوست و همکارمون هم به مواردی اشاره کردن، بحث فیلترینگ، بحث محدودیت برای انتشار رسانه ها در دادن مجوز و مسائلی که ما در سالهای اخیر باهاش روبرو بودیم. از این رو محافظه‌کاران به معنی عامش ترجیح داده و میدن که
این حوزه، یعنی حوزه اطلاع رسانی و آزادی اندیشه بیان محدود بشه و بسته بمونه. دلیلش هم این هست که اونها میدونن که آزادی بیان زمینه تعارض و تزاحم با دیگر مؤلفه های اجتماعی رو فراهم میکنه. همچنین اونها میدونن که روزنامه نگاری به بست جامعه مدنی می انجامد که این امر هم خوشایند اونها نیست و مخالفت هاشون یا واژه سازی های مشابه رو برای جامعه مدنی ما در طول سالهای اخیر دیدیم. من حالا در اینجا مثالی میخوام مطرح کنم در رابطه با وضعیت روزنامه نگاران و در تایید صحبت هایی که در چند دقیقه قبل داشتم. بررسی وضعیت روزنامه نگاران و مطبوعات در سالهای پس از دوم خرداد 1376 رو اگر بخوایم بررسی کنیم، در میابیم که توقیف نشریات و بازداشت روزنامه نگاران عموماً توسط نهادهایی صورت گرفته که این نهادها وابسته به محافظه‌کاران یا تحت مدیریت اونها بودن. شما ببینید در سال 1379 که توقیف فله‌ای مطبوعات صورت میگیره، یک فردی دستور توقیف چندین نشریه رو صادر میکنه و این فرد جالب هست در سالهای اخیر به دلیل سوء مدیریت قضایی در قضاوت متهم میشه و پرونده‌ای براش تشکیل میشه. حالا اینکه پرونده به کجا انجامید یا می انجامد اون بحث دیگری هست. یا عموماً بازداشت‌ها باز توسط مثلا در همون سالها و سالهای بعد توسط پلیس و بخش امنیتی پلیس صورت میگیره که بخشی از وبنگارها بازداشت میشن و مسائلی در اون بازداشتگاه ها حادث میشه که رئیس وقت قوه قضاییه دستور میده که اگر شما بار دیگر احضار شدید مراجعه نکنید و به دلیل همین مسئله یک مقدار فشار بر روی اون همکاران وبنگار ما کم میشه. و یا برخوردهایی که نهادهای نظامی داشتن و در برخی مواقع نهادهای امنیتی هم در سالهایی که این هماهنگی یا این یک دستی قدرت هم بیشتر شده، ما این رو تشدید شده تر میبینیم. اما مشخصا من میخوام روی دستگاه قضایی انگوش بگذارم. دستگاه قضایی در این سالها به عنوان نهادی غیر انتخابی که همواره در اختیار محافظه‌کاران بوده است، با صدور احکامی در نوک پیکان برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قرار گرفته. آنان با این انتقاد، با این اعتقاد که اگر ابراز سخنی به حقوق یا حیثیت دیگران لطمه بزنه یا با نظم عمومی یا اخلاق عمومی منافات داشته باشه، اعمال حق آزادی بیان دیگر مجاز نیست. با این ایده میان سعی میکنن توجیه کنن و رفتار و عملکرد خودشون رو. اما اونا متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم چی باید گفت، توجه ندارن که این محدودیت ها باید در قانون پیش بینی شده باشه و مرجع تشخیص هم با توجه به عرفی بودن مفاهیمی چون امنیت ملی، اخلاق عمومی، نظم عمومی، اهانت و افترا هم یک قوه قضاییه مستقل و غیر سیاسی است. قوه قضاییه مستقل و غیر سیاسی. بنابراین دستگاه قضایی غیر انتخابی که در سالهای گذشته با عملکرد خودش نشون داده که مستقل عمل نمی کنه و این رو در سخنان برخی بازجوها، حالا چه بازجوهای وزارت اطلاعات یا بازجوهایی که متعلق به سپاه پاسداران هستن، هم ما مشاهده می کنیم که علناً به یک زندانی و متهم اعلام می کنن که این ما هستیم که حکم رو صادر میکنیم و نه قاضی، یعنی ما هر چه بخواهیم برای تو حکم میگیریم از قاضی. پس دستگاه قضایی غیر انتخابی که در سالهای گذشته با عملکرد خود نشون داده که مستقل عمل نمیکنه، با این توضیحی که من دادم نمیتونه به بهانه‌های واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی از سوی روزنامه نگاران یا زیر سوال بردن مبانی دینی از سوی رسانه‌ها مانع اعمال آزادی‌های عمومی بشه، که آزادی بیان هم یا آزادی ابراز اندیشه و عقیده هم در کنار این قرار می‌گیره.
بنابراین از اونجا که تلاش و مبارزه مدافعان حقوق بشر در راستای استقرار نظامی برخواسته از رأی آزادانه اکثریت مردمی است که در آن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تأمین میشه، باید این مدافعان حقوق بشر در جهت رفع این موانع در این مسیر تلاش کنند. پس رابطه مدافعان حقوق بشر با حکومت‌ها نمیتونه مبتنی بر قهر و دشمنی یا تقابل باشه، زیرا آنان به قدرت سیاسی چشم نیاندوختن، همونطور که در ابتدای صحبت گفتم، بلکه به عنوان ناظری آگاه عمل میکنن. از همین رو ضروری هست که اونها برای گسترش فرهنگ حقوق بشر و گسترش نهادهای حقوق بشر با شناخت کانون اصلی ناقض حقوق بشر، یعنی این کانون اصلی رو بشناسن و بعد از نقش و تلاش جبهه‌ای که در تقابل با محافظه‌کاران یا اون بخش افراطی، یعنی اون جبهه‌ای که خواهان آزادی بیان و ضرورت تبادل اندیشه و بوده و هست، چشم نپوشه، بلکه در جهت تحکیم و نفوذ قدرت اونها بکوشه تا بتونه از این طریق موازین حقوق بشر رو در جامعه تثبیت کنه و قوانینی که ناقض هست رو لغو کنه یا در جهت تثبیت و تصویب قوانین کوشا بشه. من تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم قرار دادیم و فکر میکنم همین اندازه کافی است.